چطور انرژی های منفی رو از خونه و زندگیمون دور کنیم؟ همه ما گهگاهی در خانه احساس غمگینی می کنیم و این مسئله کاملا طبیعی است. اما اگر احساس می کنید در خانه مدام احساس غمگینی و افسردگی دارید و در بیرون از خانه حال روحیتان خوب است، باید بدانید که وجود یک سری وسایل در خانه تان باعث جذب انرژی منفی به سمت شما می شود و تأثیر شگرفی بر روحیه شما می گذارد. اما چگونه می توان فهمید که در خانه انرژی منفی وجود دارد و چگونه می توان انرژی منفی خانه را از بین برد؟ علائمی که نشان می دهد در خانه انرژی منفی وجود دارد. تشخیص این که دلیل حال بدتان در خانه به خاطر یک روز کاری پرتنش، فشار کاری، بی‌حوصلگی و در این روزهای کرونایی دوری از دیگران است یا انرژی منفی در خانه کار چندان سختی نیست. با توجه به احساسی که در خانه دارید، می توانید تشخیص دهید که انرژی خانه تان مثبت است یا منفی. شما در خانه ای که پر از انرژی مثبت است، احساس شادابی و سرزندگی کرده و از بودن در آن مکان احساس خوبی دارید. در نقطه مقابل، یک خانه پر از انرژی منفی باعث می شود احساس تنگی نفس، سردرد، بیخوابی، خستگی، بیقراری و ضعف کنید. شما می توانید سنگینی جو را احساس کنید و دوست دارید هر جایی غیر از آنجا باشید. انرژی منفی و استرس با هم در ارتباط هستند. بنابراین اگر دائما احساس آشفتگی می کنید، خانه شما مقصر است. اگر مطمئن نیستید که خانه تان انرژی منفی دارد یا خیر، نشانه هایی را که می گوییم بررسی کنید. شکایت و غر زدن بیش از اندازه. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان حتی وقتی اوضاع خوب است مدام شکایت می کند، ممکن است در خانه تان انرژی منفی وجود داشته باشد. روابط منفی بین اعضای خانواده. اگر در خانه تان مدام جنگ و دعواست و همسر و فرزندان روابط خوبی با یکدیگر برقرار نمی کنند، بد نیست به انرژی های منفی که در خانه تان وجود دارد نگاهی بیاندازید. انتقاد. اعضای خانواده با انتقاد و سرزنش از یکدیگر می توانند فضای خانه را پر از انرژی منفی کنند. وقتی شما یا دیگران در خانه پیام‌های منفی مثل سرزنش و انتقاد را به زبان می آورید، انرژی منفی در خانه را افزایش می دهید. بی‌نظمی. یکی از بزرگترین نشانه‌های انرژی منفی در خانه به هم ریختگی است. بی‌نظمی مانع از جریان انرژی در خانه می شود. بنابراین می تواند انرژی منفی را ثابت نگه داشته و اوضاع را بدتر کند. وسایلی که در خانه باعث انرژی منفی می شود. شما باید در خانه احساس امنیت، آرامش و شادابی کنید. اگر محروم از این احساسات هستید و علائم فوق را در خانه و خانواده تان مشاهده می کنید، بهتر است نگاهی به وسایل خانه تان بیاندازید. این وسایل که از عوامل اصلی و مهم برای جذب انرژی منفی در خانه هستند عبارتند از گلهای خوش شده، اشیاء تزئینی، آینه شکسته و لکه‌دار و همچنین آویزان کردن آینه روبروی درب اصلی، کاکتوس یا گیاهان خاردار، ساعت خراب، ظروف شیشه‌ای ترک خورده و تزئین خانه با حیوانات تاکسیدرمی شده. روش‌های جذب انرژی مثبت در خانه. اولین چیزی که ممکن است برای از بین بردن انرژی منفی در خانه به ذهنتان برسد، این باشد که عواملی که باعث جذب انرژی منفی می شود را از خانه دور کنید. شاید این منطقی ترین راه باشد، اما گاهی بیماری یکی از اعضای خانواده، بی نظمی و شلوغی، مشاجره در خانه، استرس های کاری و غیره باعث می شود انرژی منفی به خانه شما جذب شود. در این صورت چه باید کرد؟
پنجره ها رو باز کنید. همه ما بارها تجربه کرده ایم که چقدر هوای تازه توانسته حالمان را بهتر کند. سیلویا کریستمن، مربی رشد شخصی، میگوید اولین قدم برای انتقال هوای منفی به بیرون از خانه باز کردن پنجره هاست. سعی کنید روزانه حدود 30 دقیقه تا 1 ساعت درب پنجره را باز بگذارید. عود بسوزانید. تحقیقات گسترده دانشمندان، پزشکان و بزرگان گیاهشناسی بر روی عود نشان می‌دهد که رایحه مطبوع عود باعث رفع استرس، آرامش و سرزندگی در فرد شده و موجب دور شدن انرژی‌های منفی موجود در محیط می‌شود. کریستمن می‌گوید سوزاندن عود باعث افزایش انرژی و ایجاد آرامش در فضای محیط می‌شود. از رایحه ها استفاده کنید. هاکینز، بنیانگذار دانشکده رایحه درمانی ونکوور، می‌گوید روغن‌های اساسی دارای خواص ضد ویروسی، ضد باکتریایی و ضد قارچی هستند و استفاده از آنها در محیط‌های شلوغ می‌تواند به حفظ بدن در برابر میکروب‌ها کمک کند. همچنین استنشاق روغن‌های اساسی و پخش شدن بوی رایحه‌ها در فضای خانه می‌تواند باعث تغییرات زیادی در بدن، از جمله فعالسازی سیستم ایمنی بدن، تأثیر در فشار خون و فعال شدن هیپوتالاموس می‌شود. و از همه مهمتر این که روغن‌های اساسی به دلیل احساسات مثبتی که در افراد ایجاد می‌کند باعث دور شدن انرژی منفی از خانه می‌شود. بهترین این رایحه‌ها عبارتن از لیمو، یاس، مریم گلی، دارچین، استخدوس و نعنا. گوشه‌های خانه نمک بریزید. نمک ارگانیک تأثیر زیادی در از بین بردن انرژی منفی دارد. می توانید در ظرفی آب و نمک را مخلوط کرده و آن را به مدت 24 ساعت در 4 گوشه خانه قرار دهید. سپس ظرف را بشویید. همچنین می توانید نمک را در 4 گوشه خانه بریزید و بعد از 48 ساعت گوشه های اتاق را جارو برقی بکشید. محیط خانه را تمیز و مرتب کنید. بی‌نظمی بسیار استرس‌زا بوده و علاوه بر ناخوشایند کردن فضای خانه می‌تواند باعث جذب انرژی منفی شود. در مقابل فضای مرتب و منظم باعث ایجاد آرامش و جذب انرژی مثبت می‌شود. حتی یک قدم ساده مانند مرتب کردن یک کشو در آشپزخانه یا اتاق خواب می‌تواند تأثیر زیادی در مثبت بودن آن فضا داشته باشد. سعی کنید مکانهایی که معمولاً بیشتر از آنها استفاده می کنید مانند اوپن آشپزخانه، پذیرایی و غیره تمیز و مرتب باشند. به نورپردازی خانه توجه کنید. مطالعات نشان می دهد که نور بر روحیه، سلامت عاطفی و جسمی ما تأثیر می گذارد. همچنین تاریکی می تواند باعث جذب انرژی منفی شود. بنابراین در طول روز سعی کنید با کنار زدن پرده ها از نور طبیعی استفاده کنید، زیرا این نور باعث کاهش افسردگی، افزایش اشتها و افزایش انرژی می شود. همچنین شبها خانه را با نور آبی مهتابی روشن نگه دارید و اگر لامپ سوخته ای در خانه وجود دارد، هرچه سریع تر آن را تعویض کنید. از بین بردن انرژی منفی در خانه با حذف ضایعات. برای از بین بردن انرژی منفی در خانه از خالی کردن انباری ها شروع کنید. وقتی شما اقدام به جمع کردن لوازم و وسایل معدوم شده می کنید، پس جایی برای ورود انرژی های تازه و نو در دکوراسیون شما باقی نمی ماند. بهترین کار برای شما این است، این وسایل را تعمیر کنید و یا دور بریزید. با این کار انرژی های منفی نیز از خانه دفع می شود. از بین بردن انرژی منفی در خانه با عطر میوه. اگر شما هم مثل من از بوی پرتقال و سیب انرژی باور نکردنی به دست می آورید، به سادگی می توانید با کمک اسانس های آنها انرژی منفی را از خانه خود دور کنید. کافی است کمی از آن را در بخارشوی خود بریزید و فضای خانه خود را
بیش از پیش اتراگین کنید. از بین بردن انرژی منفی در خانه با زنگ تلفن. شاید از بین بردن انرژی منفی در خانه با زنگ تلفن برای شما کمی عجیب باشد، اما باید بدانید که امواج صوتی ملایم انرژی بد را از فضای خانه شما دور می کند. پس روابطتان را با دوستانتان بیشتر کنید تا تماس‌های بیشتری از آنها داشته باشید و خانه‌ای شادابتر داشته باشید. از بین بردن انرژی منفی در خانه با رنگ زرد. رنگ زرد انرژی منفی را از خانه دور می کند. پس اگر به دنبال یک رنگ برای از بین بردن انرژی منفی در خانه خود هستید، حتما رنگ‌های طیف زرد را برای این منظور انتخاب کنید و خانه خود را سرشار از انرژی مثبت نمایید. از بین بردن انرژی منفی در خانه با حذف گوشه‌های تیز. یکی از قوانین مهم در فنگشویی حذف گوشه‌ها و زوایای تیز در دکوراسیون داخلی می باشد. با کمک اشیای مدور مانند گلدان، میز و ساعت گرد و غیره، به سادگی انرژی‌های منفی را از فضای داخلیتان دور کنید. از بین بردن انرژی منفی در خانه با آینه. برای اضافه کردن انرژی مثبت بیشتر به فضای داخلیتان از آینه ها استفاده کنید. توجه کنید که همانطور که قبلاً گفته شد، از آینه هایی با لبه های گرد در دکوراسیون خود استفاده کنید و به سادگی انرژی های منفی را از فضای داخلیتان دور کنید. اگر شما مدت هاست که ساکن خانه ای هستید و قسمت هایی در خانه وجود دارند که به ندرت به آنها سر میزنید، مناطقی که ممکن است پر از گرد و غبار و اسباب و اثاثیه های بلا استفاده باشد، زمان آن فرا رسیده که آن اشیا را جمع آوری کرده و غبار را از آن محل بزدایید. فضاهای راکت با انرژی منفی ارتباط مستقیمی دارند. بدون وجود فضایی برای حرکت و تنفس، انرژی مثبت از فضای زندگیتان خارج می شود. بنابراین برخیزید و اسباب و اساسیه های بلا استفاده را بیرون بریزید و با دست جارویی تمیزکاری کنید و دیوارها را رنگ بزنید. در صورتی که بازسازی منزل در نظرتان پرهزینه باشد، خودتان محیط خانه را با اشتیاق تمیز کنید و اسباب و اساسیه های بلا استفاده یا به ندرت مورد استفاده را دور بریزید. سپس چراغ‌های رنگارنگ روشن کنید و رنگ‌های جدیدی به دیوارها بزنید. این خانه تکانی به شدت بر محیط منزلتان تأثیر می‌گذارد. اگر خانه جدیدی دارید که اخیراً به آن نقل مکان کرده اید یا قصد نقل مکان دارید، یک کاسه بزرگ و شیشه‌ای را با آب پر کنید و در اتاق خود قرار دهید. آب تصفیه کننده طبیعی است. این کار به طرز شگفت انگیزی تمام انرژی و حالت ذهنی موجود در ساکنین پیشین را جذب می کند. آب دقیقاً مانند زغال چوب هر فضایی را که در آن قرار دارد تصفیه می کند. چرا که به معنای واقعی کلمه شما قرار است در مکانی جدید بدون تعصب و انرژی گذشته زندگی کنید. گیاهان سبز هرگز آسیبی به روح نرسانیدند. طبیعت ارمغانی برای زندگی ماست. بنابراین پرورش گیاهان به سبب آرامش و رضایت بخشی آنها برای بالا بردن ارتعاشات خانه‌تان امری ضروری است. باغچه‌ای کوچک و یا حتی تعدادی گیاه در بالکن خود قرار دهید و سحر و جادوی آن را تماشا کنید. زیرا گیاهان با خروج اکسیژن هوا را تصفیه می‌کنند. پخش موسیقی ملایم و آواز خواندن با ارتعاش بالا به طرز شگفت آوری می تواند حال و هوای محیط را دگرگون سازد. و در آخر شوق‌گذاری. شوق‌گذاری مسئله‌ای نیست که به دین یا عقیده خاصی مربوط باشد. نه تنها تمام ادیان، بلکه خیلی از انسان‌های بزرگ در طول تاریخ با عقاید مختلف به اهمیت شوق‌گذاری و تأثیرش در زندگی اشاره کردند. شوق‌گذاری چنان قدرتی دارد که از آن میتوان در درمان بیماری‌ها استفاده کرد. پس شوق‌گذاری روزانه را فراموش نکنیم. این کار موجب تغییر و تحول در انرژی و طرز فکر ما می‌شود.
انرژی مثبت در خانه همزمان با دفع انرژی‌های بد و منفی اتفاق می‌افتد. پس سعی کنیم تا می‌توانیم تصورات و افکار منفی و ناراحت کننده را از ذهن خود دور کنیم. هیچ چیزی در زندگی شما به اندازه وجود انرژی مثبت در خانه سبب تغییر روحیه نخواهد شد.